بسیار بهتره، ریسکش کمتره تا صرافی. ولی صرافیایی که دارن روی سخت چیز کولد ولت نگه میدارن، یعنی عملا اتصالی به اینترنت نداره و داره یه جور دیگه اون پشت ارتباطاش برقرار میکنه، اونها هم شامل حال این موضوع میشن، امنیت دارن. ولی خب به هر حال دلیل نمیشه که شما اصل پولتون رو بذارید تو صرافی. بله اصلا اونو ولش کن، هک میشه کامپیوترت، رمزش رو فراموش میکنید، تموم شد رفت. خب من برم سراغ این هافینگه، مربوط به اتریوم نمیشه. اگر اجازه بدین من برم سراغ اسلاید. بازم سوال بود، من در انتها در خدمت دوستان هستم. خب قرار شد که این اپلیکیشن ها، یکی هم که من تاب تریدر بهتون گفتم اون با فیلتر شکن نصب بکنید، اینا هم به همین منوال و خدمتتون عرض شود که حالا دیگه اینا خیلی ما نمیخوایم زمان روش بذاریم. وبسایت های کاربردی و خبری هم کوین تلگراف، کوین دسک، بیت کوین نیوز، بی تی سی منیجر، ای ام بی سکریپتو هستش که هر کدوم مثلا حالا یه توضیح کوتاهی هم در خصوصش دادیم و لینکش هم گذاشتم که رو همین اسلاید که من آپلود کردم توی قسمت فایل ها میتونید ازش استفاده کنید. وبسایت خبری هم که دفعه پیش بهتون گفتم تقریبا دارن همین ها رو به زبان فارسی تهیه میکنن، دستشون هم درد نکنه، کار بزرگی و هر محتوای تولید محتوا کار با ارزشیه. و ارز دیجیتال IR کریپتوکارنسی و میهن بلاکچین.com. خب این سایت ها در این تبلیغات مختلفی هم برای فروش تجهیزات مختلف دارن دیگه، من فقط دارم بحث اطلاع استفاده از اخبارشون میگه، هیچ چیزی رو من تایید تضمین نمی کنم. فراز اینم که بهتون گفتم یک سایت مربوط به دوستان دانشگاه صنعتی شریف هست که اومدن از هوش مصنوعی برای ترجمه متون استفاده میکنن. خب ما همه اینا رو گفتیم، بیایم ببینیم این پولدارا، بچه پولدارای کریپتو چیکار دارن میکنن. ببین ما تو این فصل میخوام یه روش شناسایی میلیاردرها رو بگیم، میلیاردرهای بیت کوین، اتریوم، آدرس و موجودی کیف پول ثروتمندان ارزهای دیجیتال با هم ببینیم، معرفی ثروتمندان بیت کوین، اتریوم، ریپل و لوکس بازان و بیت کوین، روز جهانی پیتزا و بدشانس‌ترین آدم‌های تو حوزه بیت کوین. حالا من به خاطر این تایمی که ازمون رفته یه مواردی رو از روی میگم، بقیه‌اش رو میذارم جلسه بعد که این خستگیه و این زمان طولانی که گذشت باعث نشه که ما کیفیت آموزشمون بیاد پایین. روش شناسایی میلیاردرها چیه؟ ببین اصلا خصوصیت اصلی بلاکچین چی بود؟ شفافه، همه چی روش مشخصه، کلی سایت وجود داره که به شما تحلیل میفروشن از این بابت که میاد میگه مثلا چقدر کیف پول های که بیش از مثلا یک سال هیچیش تغییر نکرده چه تعداده، رشد کرده، نرخش اومده پایین. اینا نرخایی که با شما حرف میزنه. وقتی من میبینم که کیف پول هایی که مثلا بیش از یک سال یا پنج سال بیت کوینشون رو ثابت نگه داشتن افزایش پیدا کرده، پس این نشون میده پیانگاه کیو به آینده قیمت امیدوارترن، پس اینجاها کسی قرار نیست خالی کنه. اون نقاط درگیری که گفتم تکنیکالیستا، ببین چی میگن بچه‌ای که رو تحلیل تکنیکال کار میکنن، میگن دو تا سناریو وجود داره همیشه، اگر از اینجا رد شد رفت بالا تا اینجا میره، اگر اینجا رو شکست اومد پایین تا اینجا اصلاح میکنه. ولی این پیش بینی 50-50ه، نمیتونه وزن بیشتری به یک کدوم از اینا بده که بگه این سناریو وجود داره اما احتمال مثلا رفتن بالاش بیشتره. چرا؟ همین استفاده از این واژه بار مسئولیت داره، یک. دو اینکه ابزارها، فقط ابزارهای خط و نمیدونم فیبوی که روی یا الیوتی که میزنه روی یا گنی که میزنه روی قیمت نیست، یه سری فاکتورهای این تیپی هم تاثیر داره که اینا توی قیمت نمیبینن. درسته که همه چی تاثیرش رو قیمت خواهد گذاشت، اما مهمه که شما وقتی که 20000 بود اگر دو روز جلوتر میفهمیدی نمیفروختی رو 20000، بیا حالا 40000 چه کنم بخرم یا نخرمه. این از این لحاظ اهمیت ویژه‌ای داره. به همین خاطر من اون دوره پیشرفته و معامله‌گری حرفه‌ای رمز ارزها رو تو بهمن ما برگزار میکنم. تا حالا 3 تا دوره از این چیز برگزار شده، 0 تا 100 که 2 تا دوره برگزار شده، یه دوره سریع هم برگزار شده رو معامله‌گری که اون دوستانی که تو این 3 تا دورن بتونن اونم بگذرونن که مجموعه دانشی زنجیره دانشیشون تکمیل شه.
بحث شفافیت رو بلاکچین هیچ مانعی از حریم خصوصی نیست. حریم خصوصی همه حفظ شده و کسی نمیدونه که این کیف پول مال کیه. پس نگران این قصه نباشیم. جزئیات تراکنش رمزارزها هم که دیدید رو اتریوم بهمون نمایش میده. همین جریان روی خدمتتون عرض شود، این بیت کوین بود، این اتریوم، و اینجا هم آدم های مختلف، مثلا کریس لارسن که امروز هم یه بحثی داشت با همین دادگاه مربوط به سک سکیوریتی اند اکسچنج کامیشن، من فکر کنم دفعه پیش اشتباه گفتم کامیتی، کامیشن که یه سازمان نظارت بورس امریکا هستش، و این آقای کریس لارسن که از بنیانگذاران ریپل یا همون XRP هست، گفته ما سعی کردیم با اینا به توافق برسیم ولی نشد، و حالا ما دلایل خودمون رو داریم که میخوایم توضیح بدیم. ایشون 5.7 الی 8 میلیارد دلار تخمین زده میشه که سرمایهش فقط از حوزه کریپتو کارنسی. این یکی دو روز هم این خبر جف چیز شنیدین دیگه، ایلان ماسک که اومد جای جف بزوس رو گرفت تو ثروتمندترین مرد دنیا، ایشون قسمت قابل توجه هم سرمایه‌گذاری کرده روی بیت کوین، و میدونید که ایشون مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس اگر اشتباه نمی کنم هستن، و حتی بحث این وجود داشت که تو کارخونه تسلا از این بی تی ام ها، بیت کوین تلر ماشینا، اید خود پرداز های بیت کوین هم گذاشته بود، و حالا چیز داره فراهم میشه که مثلا تسلا رو بتونن با بیت کوین هم بخرن. بقیش دیگه اطلاعات روزنامه‌ای که میتونید استفاده کنید. جوزف لوبین که حالا ایشون بنیانگذار دیجیتال ارز دیجیتال اتریوم هست و خالق کانسیس، 53 سالشه و اهل تورنتو بود، حدود 5 میلیارد دلار سرمایهش از حوزه کریپتو. چانگ پنگ ژائو که خب به هر حال همه اینو باید بشناسیم دیگه، این برادر عزیز ارزشمند، مدیر عامل و مالک چیز دیگه بایننس هستش. کامرون و تایلر وینکلوز که برادران دوقلوی سرمایه‌گذار توی حوزه بیت کوین هستن و خب سرمایه قابل توجه این تو گذاشتن. جالبه یکی ببین این آدما رو ترک کردن هم مهمه ها، همشون توییتر دارن، یعنی اگه شما توییتر باز هستین شک نکنید که همشون توییتر دارن، از توییتر اینها میتونید استفاده بکنید. اما نکتهش تو اینه که برگشتن گفته بودن که قیمت اتریوم خیلی قیمت مثلا پایینی الان، و این قبل از این بود که از 700 استارت بزنه بیا تو حدود 1300، و حتی من از مورگان استنلی فکر کنم جلسه پیش گفتم یه دونه تحلیل خوندم که میگه میتونه تا 20000 دلار اتریوم رشد کنه. واقعیتش برای منم خیلی سخت بود پذیرشش، اگه همچین اتفاقی میفته دیگه همین بچهای گروه با هم دور هم یه جزیره بخریم. ماتیو ملون ایشون هم سرمایه‌گذار معظمی هستن توی حوزه ارزهای دیجیتال و سرمایه‌شون حدود 1 میلیارد دلار میشه توی این بازی. و نکته لوکس بازان و بیت کوین، ببینید یه بحثی داریم، بزنید من چقدر وقت دارم. خب میتونیم یه صحبت کلی روی این انجام بدیم، من این سایت رو بیارم بالا. ببینید سوالی که من همیشه باهاش برخورد میکنم، میگن چجوری من میتونم این ریالش کنم، یا چجوری میتونم دلارش کنم، یوروش کنم، از این سوال این تیپی از من میپرسن. خب من سوال اصلیم از این بچه‌هایی که این سوال از من میپرسن اینه که تو چه نیازی داری وقتی که میتونی این کریپتو تو تبدیلش کنی به یه کالا، به یه خدمات، بری ماشین لوکس بخری باهاش، بری باهاش مسافرت. من حتی تجربه این تیکرم داشتم که توری بخرم که بتونم ازش بهش بیت کوین پرداخت کنم. همین توی کشور خودمونم چیز داریم دیگه، خدماتی داریم که این کار رو انجام، مثلا طرف مجلش میفروشه جاش حاضر اتریوم بگیره، یه ضریبی قسمتی از اتریوم نه یه واحد دیگه، و خدمات این تیپی حاضرن انجام بدن. حتی یه دوست برای من یه دونه عکسی فرستاده بودن از کرمانشاه بود فکر میکنم، که یه مغازه بنشن هم هست، بنشن فروشی، یه تابلوی چیز هم زده پشتش که بیت کوین قبول میکنیم. این عکس مربوط مثلا شاید 6 ماه یه سال پیشه، حالا اینو پیداش کنم رو گروه براتون میفرستم. و جالبه برام که ببینید این
فرکانس به گوش همه خورده. بیت کوین، بیت کوین چیه، چیکارش میشه که ترند شده، گوگلش کردن و حالا الان شما از همه یک قدم چی